دوستان عزیز، در این ویدیو بعضی از تنظیمات بسیار مهمی که در اندروید استودیو در IDE هست باید بدانید آموزش میدهم. اندروید استودیو را باز میکنم. فرق نداره، در هر پروژه‌ای که اوپن باشه این مربوط تنظیمات هست، مکمل آیدی را چیز میکنه، افکت میکنه. باش سیتینگز میریم، از منوی فایل ببینین، فایل سیتینگز، از اینجا بعضی از تنظیمات بسیار مهم هست که باید شما را بفهمیم. این بخش اپیرنس بیهیویر، بخش اپیرنس هست، اینجا دیم هست. اینجا میتونی شما دارک کلا بگیرین اگر بخواین دارک باشه، سیاه باشه سکرین، از چشمتان هم محافظت میکنه. پس اگر بخواین میتونی انتلیجی بگیرین، من از انتلیجی خوشم میاد، از این استفاده میکنم. و از اینجا فونت مکمل آیدی را میتونین عوض کنین، از یوز کاستوم فونت، اما من اونا را دست نمیزنم و شما هم را به شکل دیفولت بانین، به نظرم بهتر است. و دیگه بخش سیستم سیتینگز هست که اینجا این بخش اپدیت هست، اگر اوتوماتیکال اگر انتخاب باشه، هر باری که کدام اپدیت میه اوتوماتیک چی میکنه، چک میکنه و بر شما میگه که آیا اینستال میکنی اپدیت شه. یا از من لست چک دیروز بود، البته از من اپدیت هست، شما میتونین بازم یک دفعه چک کنین. اینجا یک اپدیت دیگه اومده بود، 7 MB بود، هر اپدیت میکنم. ایره بگراند زدم تا وقت اضافی وقت ما زیاد نگیره. خب بخش اندروید استیکی هست، اینجا استیکی یا پلتفرم هایی هست که شما اندروید اپلیکیشن تانه در داخل از اینا چی میکنین، تست میکنین. از اینا داخل ایمیولیتر یا ورچوال دیوایس استفاده میکنین و از طریق از اینا تست میکنین اپلیکیشن تان. و همچنان اگر شما به یک به اندروید مثلا لالیپاپ کست 5.1 که بخواین اپلیکیشن تان تست کنین، باید این استیکی رو باید داشته باشین. پس اگر اینترنت داشتین، اینترنت خوب پر سرعت، میتونین از اینا رو تیک مارک کرده اپلای کنین، این اتومات دانلودش شروع میکنه و بعد از اینکه دانلود شد شما میتونین از اینا هم استفاده کنین. اگر میره انتخاب کنین، اپلای میکنین، اپدیت چی شروع میشه دانلود. اینجا بخش استیکی تولز هستن، از استیکی تولز هم بعضی تولز های هست ضروری هست خیلی، اینه ای باید اپدیت باشه و اینستال باشه، بدون از شما اپلیکیشن هایتان نمیتونین چی کنین، دیبگ کنین، استفاده کنین، اینستال کنین. این مهم است، این بخش ایمیلتر است، ایمیلتر اگر انتخاب باشه، دانلود باشه، شما میتونین از ایمیلتر خود اندروید استودیو استفاده کنین. و این هم باید اپدیت باشه و فعال باشه و اپدیت باشه. میرم اپدیت میکنم. خب بعدن دیگه کدام بخش هست؟ بخش گوگل یو اس بی درایور است. اگر شما میخواین در ریال دیوایس اپلیکیشن رو تست کنین، ای گوگل یو اس بی درایور باید اینستال باشم. و اینجا اینتل x86 ایمیلتر اکسلریتر هم باید نصب باشه تا شما ایمیلتر تانه به شکل صحیح خوب رن کرده، اجرا کرده بتانین. و دیگه بخش که میخواییم براتون نشان بتونم در بخش ایدیتور است، ایدیتور اینجا جنرال، از جنرال اگر ایمیتی مارک است، ما با این چینج فونت سایز زوم ویت کنترول پلاس ماوس ویل بله، شما میتونین با گرفتن کلید کنترول یعنی از کیبورد و با چرخ ماوس کسته ویل بطن مابینی نمو چرخ که تازو میتونین شما اگر اینمی فعال باشه کودتانه
بزرگ و کوچک بکنین. ببینین این بسیار یک فانکشنالیتی خوب است و بسیار به دردتان میخوره. از قبل غیر فعال میباشی را باید فعال کنین اگر میخواین امیتی یک فیچر را اگر داشته باشین. اینجا بخش دیگه جنرال اوپن میکنم. اینجا کود کامپلیشن است. کود کامپلیشن وقتی که شما و ایم از قبل به شکل دیفولت اینمی فعال است. مچ کیس فرست لیتر آنلی اینمی را اگر اینمی فعال باشه شما به طور مثال اگر یک میتوز به نام توست اگر بخواین نوشته کنین این نمیره سجست نمیکنه براتون چون که حرف اولش توسته میتوز توسته کلان است. از این خاطر نمیره. اگر او را غیر فعال کرده باشین باز هیچ مشکل نداره. شما چی برف کلان چی برف خورد نوشته کنین دردش میره براتون. این نمی هم غیر فعال می باشه به شکل دیفولت. اگه این نمی ره تیک مارک بزنین چی میکنه بعد از 1000 ام اس یا میلی سیکند برتان داکیمنتیشن پاپ اپ میکنه. وقتی که یک متد نوشته کنین اینجا من اگه توست بگیرم اینجا در بعد از 1000 میلی سیکند در باره این نمی توست برم معلومات میته. بازم براتون نشته کنم صبر توست این سیکلین فیچینگ داکیمنتیشن اینجا آورد و وقتی که در باره که داکیمنتیشن میره اینجا به دو زبان میره ام کاتلین ام جاوا است. خب حالا پس میم داخل سیتینگز دیگه به نظرم بخش های مهمی که ضروری بود براتون گفتم و اینجا یک build execution است. بخش gradle است. این به شکل دیفولت انتخاب می باشه. اگر شما یک location custom در یک location متفاوت اگر gradle کپی کرده فایل هایش اگر گذاشته باشین شما می تونین gradle از اینجا انتخاب کنین locationش و این را شما دست نزنین. این بخش هایش کار نداشته باشین. این بسیار تغییر کرده ویرژن 4 ورژن 9. قبلا از اینجا میتونستین شما گریدلتون آفلاین و این آفلاین و آنلاین مود شه از اینجا منیج کنین. به نظر من اینجا من دو سه روز یک هفته است من سعی میکنم اینجا نمیبینم و یک آپشن. به هر حال دوستان عزیز امیدوار هستم که این ویدیو هم برای شما موثر تماشا باشه. یک چیز را از این ویدیو یاد گرفته باشین. اگر کدام نظر سوال پیشنهاد اگر داشتید در زیر ویدیو کامنت کنید و مرا حمایت کنید و کانال دانشگاه را سابسکرایب کنید و کانال تلگرام هم میتونین جوین شوین. موفق باشین. وقت شما خوش. خداحافظ.